اگر من ساکت بمونم هیچی عوض نمیشه. اگر در مورد مشکلایی که خودم دارم حرف بزنم، صحبت کنم، شاید بتونم تاثیر بذارم روی یه نفر دیگه یا رو خود مارکت ایرانی. ما از بچگی شنیدیم زشته، نگو، نکن، بعد خانوم باشی، دختری، بعد عاقل باشی. به یه جایی رسیدم که دیگه نمیتونم سکوت بکنم. نباید بگم اینو. اذیت میشم. به اینجام رسیده. خسته شدم از بس که گفتن نگو، نکن، زشته، بده، فیلم دارن میگیرن. اینو جلو دوربین بگو، اینو جلو دوربین نگو، این حرفو بزن، اون حرفو بزن. دقیقاً چیزایی که خودم منم نمیفهمم. هر چیزی که احساس میکنم تو اون لحظه درسته، اونو میگم. همیشه به همه احترام گذاشتم و خواهم گذاشت. اما وقتی مردا میان به زنا بی احترامی میکنن، نه تنها مردا، یعنی خیلی از مردام هستن که واقعا منو حمایت میکنن، زنا رو حمایت میکنن و دوستشون دارم. منظورم اونا نیستن. منظورم اونایی هن که حقوق زنا رو زیر پاشون میذارن. تقصیر اونا نیست. تقصیر ماست. تقصیر اونا نیست. نیومدیم علنی داستانامونو بگیم. من فکر میکنم به عنوان یه زن اگه جای حقم پای مال بشه باید بیام بگم. باید بیام علنی بگم. این باعث میشه که فرهنگ سازی بکنم. یه اتفاق افتاد. یه نفر بهم زنگ زد. حالا نمیدونم الان اسمشو بگم. یه پسری اسم ولیون. نه اصلا نمیدونم دارم درست میگم یا نه. حالا anyway این پسر به من زنگ زده، گفتش که من میخوام با شما مصاحبه داشته باشم. من چند سال پیش بهم زنگ زده بود، چند بارم زنگ زده بود، با اکسم صحبت کرد. اکسم میگفت که چند بار زنگ زد ولی من خودم هیچ وقت اون موقع باش صحبت نکردم. هی اسمشو شنیدم این بر اون ور کرد، نمیدونم میخواد باهات مصاحبه کنه، منم بیزی بودم. به اینو اون زنگ زد که مثلا ببین اگر رنا اویلیبل هست برای مصاحبه، که انقدر به اینو اون گفت که بالاخره یکی از دوستام که خیلی برام عزیزه بهم زنگ زد و گفتش که این آقا میخواد با شما مصاحبه کنه دیگه. تا این گفت، چون که انقدر دوستش دارم، منم گفتم باشه. گفتم حالا که 5 دقیقه رو مصاحبه باش میکنم و دیگه میره، دیگه زیاد وقتمو نمیگیره. واقعا فکر کردم که این آدم، چون که من خودم نمیشناختمش، ولی راستش رو بگم ازش خیلی بد شنیدم. ولی من به عنوان یه آدم، به عنوان یه انسان، تا من خودم تجربه نکنم دوست ندارم بگم که این آدم بده، اون آدم بده، اون آدم، چون که یه نفر دیگه به من گفت که این آدم خوب نیست. میخوام خودم اون تجربه رو داشته باشم. حالا میتونم بگم که آدم خوبی نیست. بهم زنگ زد، گفتش که میخوام با تو مصاحبه کنم. منم سریع جوابشو دادم. همون موقع، همون لحظه که زنگ زد، سریع جوابشو دادم. گفتم که من شوت دارم امروز، بیاین سر شوت، دوست دارم ببینین که پشت صحنه چجوری من کارمو انجام میدم، اگر واقعا میخوام با من مصاحبه کنین. گفتش که چشم، من میام، تو راهم. بعدش نمیدونم یه رسیدیم اونجا. حالا من هزار تا چیز تو ذهنمه، وسط شوت، وسط میکاپ، وسط نمیدونم با دنسرا باید این کار با کارگردان، با هزار تا چیز هست تو مایندم. هنوزم وقت میکنم که به این آدم جواب بدم. جوابشو دادم، گفتم که ما تا ساعت 7 اینجاییم، اگر بتونیم خیلی خوبه. گفتش که چشم عزیزم، من تو رام دارم میام، خیلی هم فنتم، طرفدارتم، خیلی هم دوستت دارم. نیم ساعت بعدش گفتش که عزیزم شما چرا اینقدر تو لس آنجلس ترافیک دارین؟ نمیدونم حالا anyway میام. باز دوباره نیم ساعت بعدش منم هی جوابشو میدادم، پشت سر هم جوابشو میدادم، چون که به نظر من این حرفه‌ایه. من تو این شغل نیستم که با این طرف بازی کنم و پلی گیمز کنم و جوابشون رو ندم و خودم رو بگیرم و دماغ بالا باشم. اصلا من اینطوری نیستم. خیلی هم کارم عالیه، درجه یکی از بهترین خواننده های زن توی مارکت هستم. کارم رو خیلی خوب بلدم. توی کشوری بزرگ شدم و به دنیا آمدم که با سیستم میریم جلو و یکی از بهترین دانشگاه موسیقی دنیا رفتم و یکی از بهترین شاگردای اون دانشگاه بودم. به عنوان یه سکالرشیپ رفتم اونجا. حالا بگذاریم، برگردم بگیم اون داستان. این سه شنبه بود. گفتش که جمعه میخوام با تو مصاحبه کنم. حالا من گفتم چون وقت کمه باید پریپیر کنیم، باید خودمونو آماده کنیم.
حتما باید بیاد، شاید بتونیم مثلا پشت صحنه یه چند تا ویدیو با هم دیگه بگیریم که این فوتیج هم داشته باشه که اضافه کنه به مصاحبهش. ما خودمون داریم کانتنت اضافه میکنیم برای مصاحبه ایشون. ایشون باید این کارو بکنه، ایشون باید اینا رو دنبال کنه. چرا من باید پول خودم رو خرج کنم که همیشه هم میکنم و کردم، چون که تنها کسی هستم توی مارکت که حرفه‌ای کار میکنه به عنوان یه خواننده زن. زنا تو این مارکت نمیدونم چرا اذیت میشن. I don't know. چرا نمیدونم. شاید یه اکسپکتیشنی شاید دارن مردا ازشون و ما اون اکسپکتیشن نمیتونیم فولفیل کنیم، نمیتونیم. شاید آقای این آقایی که میخواست با من مصاحبه کنه، چون اون موقعی که اون لحظه که فهمید که با من با دوست پسرم یا با کار، حتی هم اولش هم نگفتم دوست پسرم، از بس که میترسم، از بس که گفتم قبلا با مثلا با عنوان یه زن میخوام برم میتینگ، اگر با یه مرد دیگه میخوام بیام که مردی که منیجرم هست که بایدم منیجر باید باشه تو میتینگ، چرا نباشه؟ حتی هم اگر منیجرم زن باشه، این منیجرمه، این آدم باید تو جریان باید باشه، منیجرمه. تنهایی برم که چی؟ واسه چی؟ که بتونی از من سوء استفاده کنی، از تنها بودنم سوء استفاده کنی؟ ببخشید من نمیتونم اجازه بدم این اتفاق بیافته. Sorry. تک خانی برای زنا تو ایران جرمه. از سن 14-15 سالگی اینو فهمیدم. از همون موقع به خودم گفتم رنا تو باید این کارو ادامه بدی برای زنهای دیگه که تو ایران هستن و تک خانی نمیتونم بکنم. ببخش. اصلا برای من یه چیزه. I'm shocked. شاکم که یه زن نمیتونه بخونه. چرا اینو ازشون میگیرین؟ چرا صداشون رو ازشون میگیرین؟ همه چیشون رو ازشون گرفتین، صداشون رو میخواه ازشون، یعنی نمیتونه بخونن. تو اینترنت دیدم که یه خانومی برای مسیح علی نژاد یه ویدیو فرستاد که مامانش فوت کرد و هر سال بر مامانش میخونه. حالا کاش که میتونست توی مصاحبه توی شبکه ها میتونست این کار بکنه، توی ایران کاش که میتونست این کار بکنه، حالا نمیتونه. من میتونم، من برای اونا این کار رو میکنم. اوکی. بیشتر از 10 ساله که من دارم اذیت میشم از مردایی که حقوق زنها رو زیر پاشون میذارن. نو. دیگه وقت شما تموم شده. تایمز آپ. ما فقط باید باشیم، درسته؟ همونی که هستیم باید باشیم. جهان هستی چقدر قشنگه. کی میگه من ضد مردم؟ اگه میگه من ضد مردم خره، خنگه، ببخشید. من مامانم اگه اینو ببینه زشته چرا گفتی خر؟ ولی خب واقعیتش ببخشید من ضد مرد نیستم. اگر ضد مرد بودم خب خیلی از بیشتر اتفاقا بیشتر از دوستان مردن. با اصلا این حرف رو تکرار نکنیم. کسی که حرف غلط میزنه میگه تکرار نکنیم. من نمیدونم فمینیست یعنی چی، هنوزم نفهمیدم فمینیست یعنی چی. لیبل دوست ندارم. من فقط دارم میگم که من زنم، خوانندم، آهنگسازم، I'm an entertainer، تو مارکت موسیقی ایرانی، پاپ مارکت ایرانی هستم، فقط میخوام تجربه هامو شیر کنم، همین. تقصیر منه که زنم، تقصیر منه که خوانندم. حالا چون که زنم و این حرفا رو دارم میزنم ضد مردم، این اشتباه است، این طرز فکر کردن اشتباه است. ضعیفین اینا رو میگی، ببخشید اگر شما مردین و میگی من ضد مردم چون که این حرفا رو دارم میزنم، نشون میده که آدم ضعیفی هستین، آدم ضعیفی هستین که نمیتونی واقعیت رو ببینی. وقتی واقعیت رو میبینی اذیت میشی. خودتون رو درست کنین، قوی تر کنین که بتونی واقعیت ها رو ببینی. اگر اون لحظه که بتونی واقعیت ها رو ببینی میتونی جهان رو عوض کنی، میتونی فرهنگ رو عوض کنی. چرا فرهنگ رو عوض نکنیم؟ چرا همینجوری بمونیم؟ چرا آدم باید بی سواد بمونه؟ چرا باید پایین بمونیم؟ خودمون رو باید بیاریم بالا. و
وقتی که یه نفر داره میاد بالا، کسای دیگه میخوان هی بیارنش پایین. نکنین این کارو. نکنین این کارو. کسایی که دارن میرن بالا بهشون عشق بدین که بیشتر برن بالا. چون وقتی که اونا میرن بالا، تو هم میری بالا. نترس. نترس از بالا بودن یه نفر دیگه. نترس. به خودتون عشق بدین. خودتون رو دوست داشته باشین. به خودتون احترام بذارین. اول به خودتون عشق بدین. تا بعدش بتونی به یه نفر دیگه عشق بدی. تیشرت من نوشته thanks for nothing. یعنی مرسی برای هیچی. thanks for nothing. یعنی هیچ کاری هم نکردی. ولی خودت فکر میکنی که خیلی کار انجام دادی.